با عرض درود و سلام خدمت تمام محصلین عزیز، انشاءالله که همه شما صحت سلامت و عافیت برخوردار باشین. انشاءالله که ایام بخیر سپری شوه و همه شما جمع فامیل محترم و عزیزتان از تمام آفات و بلایات در امان بوده باشین. بلال احمد خطیر هستم، مدرس مضمون حقوق جزایی اختصاصی بخش دوم، قسمی که شما در جریان هستین. متاسفانه به اثر شیوی مریضی کرونا ما شما 2 هفته رخصتی رفتیم. بعد از 2 هفته تصمیم بری شد که برای مدت 2 هفته ما شما درس به صورت غیر حضوری یا آنلاین آغاز بکنیم، البته به صورت 1 کردیته که اگر وقت باقی ماند، که اگر مرض کاهش پیدا کرد، دوباره انشاءالله ما شما درس های خود را به صورت معمول به طور عادی پیش خواهیم برد. و احیانا اگر قرار بری شود که این رخصتی تمدید شود، باز ما شما از این طریق راهی دور یا به طریقه آنلاین درس های ما را پیش میبریم. خب درس را که ما شما در این سمستر آغاز کرده بودیم، به خاطر از اینکه یک مرور داشته باشیم و همه موضوعات که چون یک وقت طولانی میگذره میان درس ها، تا دوباره در ذهن شما تازه شود، بحث را که ما شما در این سمستر آغاز کرده بودیم بخش جرایم علیه اموال و مالکیت بود. یعنی ما شما بحث را که مطالعه میکنیم، انشاءالله جرایم را مورد مطالعه قرار میدیم که بر بالای مال و مالکیت واقع میشه. قسمی که در روز اول بر شما گفتم جزای اختصاصی بسته بخش تقسیم شده، جزای اختصاصی 1، 2، 3 که ما شما جزای اختصاصی 1 جرایم علیه اشخاص در سمستر قبلی مورد مطالعه قرار دادیم، و در این سمستر ما شما حقوق جزای اختصاصی 2 یعنی جرایم علیه مالکیت و اموال می خوانیم که از میان از این جرایم ما شما سرقت مورد مطالعه قرار دادیم و گفتیم که سرقت چیست و کدام موضوعات شامل می شود. آخرین درس ما شما اگر یاد همه شما عزیزان باشه، غصب و نحو اموال منقول خوانیم که گفتیم غصب گرفتن مال منقول و غیر منقول یک شخص به طور آشکار است و نحو اموال یا همون چپاولگری گرفتن مال اشخاص تو هم با فرار می باشد که گفتیم کد جزا کاملا در اینجا یک خلط به وجود آورده که غصب گرفتن مال منقول به طور آشکارا در صورت که مرتکب آشنا باشه. و نحو اموال گفتیم که ماده 714 کد جزا میگه احکامی که شامل غصب نشد و احکامی که شامل رهزنی نشد، احکامی که شامل سرقت نشد، باز ما میتونیم حکم نحو اموال یا چپالگری را برش بدیم. بنابراین بحث را که ما شما آغاز کرده بودیم تا غصب اموال منقول بود. یکی از موضوعات که باقی مانده بود در غصب اموال منقول که ما شما درس ما را از همان جا آغاز میکنیم، ماده 713 کد جزاست که بحث عقض سند، امضا، مهر یا نشان انگشت مطرح میکنه. قسمی که شما در جریان هستین، امروزه اشخاص به خاطر به دست آوردن منفعت یا به خاطر به دست آوردن پول، نه تنها که مال اشخاص که منقول باشه غصب میکنن، در بسیاری از اوقات امضا، سند، مهر و یا نشان انگشت هم غصب شده میتونه. مثلا احمد به خاطر از اینکه قرارداد سرک کابل چارکار را به دست بیاره، بر بالای محمود فشار وارد میکنه، بر بالای سرش سلاح را میگیره و میگه که در اینمی سند تو امضا کو که قرارداد به ما داده شود. در اینمی حالت اینمی جرم نامش ما چی میمونیم؟ نامش میمونیم غصب، یعنی امضای از اینمی محمود احمد به زور کسب کرده. در اینجا ببینید تعریف را که از غصب ما داشتیم، گرفتن مال منقول به صورت آشکارا در صورت که مرتکب آشنا بوده باشد. میبینیم که مرتکب آشناست، محمود میشناسه که احمد اینمی کار کرده و در این حاله که آشنا هستک به صورت عنف، به صورت اکراه یا به صورت تهدید آمده اینمی مهره یا امزاره یا سنده چی کرده گرفته. بنابراین کد جزا با درک از اینمی حساسیت، با درک از اینمی موضوع که غصب سند، غصب امضا، غصب مهر یا غصب نشان انگشت یک عمل منتفی اخلاق است و در حقیقت یک نوع جرم از در حقیقت بر بالای مال معنوی اشخاص، از او خاطر است میگه که عقض سند، امضا، مهر یا نشان انگشت جرم می باشه که اگر به مرتکب به اثر از اینمی عمل جرمی ضرر وارد شده باشه
یا هم ورقه که امضا گرفته شده. یا ورقه که در روی شست گرفته شده. یا ورقه که در روی نشان انگشت گرفته شده. سفید بوده باشه باز مرتکب به حبس تعویل، و یا در صورت که اگر اینمی ورق سفید نبوده باشه و به مرتکب هم ضرر وارد نشده باشه، به مجنی علی ضرر وارد نشده باشه، باز در این حالت است که ما میگیم که باز در یک حالت حبس متوسط داره مرتکب. قسمی که شما ماده 713 کد جزا را مطالعه میکنین، میگه شخصی که با استفاده از عنف، اکراه، تهدید یا ارعاب سند، امضا، مهر یا نشان انگشت دیگری را اخذ نماید، یا وی را به الغا، ائتلاف یا تعدیل سند، امضا یا مهر وادار سازد، و یا به امضا، مهر یا گذاشتن شست به ورق سفید مجبور نماید، به حبس تعویل محکوم می شود. هرگاه از اثر ارتکاب جرم مندرج فقره یک این ماده مفاد بر مرتکب آیت و ضرر بر مجنی علی وارد نگردیده باشد، مرتکب به حبس متوسط محکوم می شود. یعنی در کل گرفتن امضا، مهر، نشان انگشت و سند یک عمل منافی مال و منافی شخص است که از این خاطر از قانونگذار مورد حمایت قرار داده و میگه هر کسی که سند شخص را، امضای، مهر یا نشان انگشت به زور در یک ورق سفید یا در یک ورق عکس کنه، در صورت که بر مجنی علی ضرر وارد شود اون عقص تعویل داره، و اگر وارد نشد حبسش حبس متوسط است. بحث دیگه که وجود داره ای است که بحث غصب زمین است. اگر یاد شما باشه ما غصب به دو بخش تقسیم کردیم، یکی غصب اموال منقول، یکی غصب اموال غیر منقول. غصب اموال منقولی بود که یک نفر در صورت که آشناس میفهمی خانهش در کجاست، دایش در کجاست، میایه مال منقول تو را به زور از پیشت میگیره، اینا ما میگفتیم غصب اموال منقول. غصب اموال غیر منقول که خیلی مطرح است و در آیات و احادیث و متفاوت همیشه که از غصب بس شده، معمولا خطابش غصب زمین بوده، به این معنا است که یک شخص بیای از زمین یا ملک یک نفر دیگره یا خانه یک نفر دیگره به زور از پیشش بگیره، یا هم او را به زور رهن بده، یا او را به زور اجاره بده، یا هم یک کار در حق از او بکنه. بنابراین در این همه طور حالت ها است که ما میگیم غصب، غصب اموال غیر منقول است. در این حالت است که جرم که واقع میشه ما میگیم که غصب زمین. خب غصب زمین یا غصب اموال غیر منقول کد جزا تعریف میکنه که تصرف، تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، تضمین، اجاره یا کرایه زمین های دولتی، عامه، شخصی، مرعی، عامه و خاصه یا وقفی بدون داشتن اسناد مدار اعتبار یا حکم قانون غصب زمین شناخته می شود. در اینجا عناصر متشکلی را که قانون گذار به کار برده، در حقیقت عناصر قانونی کد ماده 707 کد جزاست یا 716 کد جزاست. عناصر مادی، در عناصر مادی رفتار و مجرمانه را اگر شما توجه بکنین، الفاظ چون تصاحب، تصارف، اجاره، رهن، انتقال، تضمین، زمین باز به سه بخش تقسیم کرده، زمین دولتی، عامه، شخصی، زمین های وقفی، هر کدام از اینا را تصاحب بکنه یعنی صاحب شود، بخوای خودش از او استفاده بکنه، تصرف بکنه یعنی در او تصرف مالکانه بکنه، او را مثلا به فروش برسانه، در اختیار خود بگیره، اجاره به رهن. یادم از در سنت روی از این ما شما بحث کرده بودیم که بس ما اینجا مانده بود که رهن ای است که هرگاه یک نفر احتیاج به پول داشته باشه و طرف مقابل احتیاج به زمینش نداشته باشه، میتونه به خاطر از این که ضمانت داشته باشه که این پول از این دوباره برش بر میگردانه، مال به تضمینش بگذاره، که این تضمین گذاشتن نامش میمانند رهن، یعنی مالک از مال مرهونه استفاده کرده نمیتونه. اگر یاد شما به وزیر ما آمدم بر شما بحث کردم که امروزه بسیاری از فقها از رهن تعبیر گروی میکنه و اونو مشکلات هایی که امروز ما شما داریم از لحاظ فقهی به وجود میآید. به هر صورتش یک نفر بیایه از کس پیسه بگیره، مثلا احمد از محمود 10 لک رپا میگیره، محمود برش میگه چی ضمانت وجود داره، چی تضمین وجود داره که خود تمیز 10 لک رپا مرا دوباره پس میتی. احمد بیایه بگه خیلی زمینای زمینا رو بگی
در مقابلش ازش استفاده نکو. هر زمانی که من پول تر ندادم این زمین ها رو بفروش پیسه تا بگی، در حالی که زمین ها زحمت نیست، زمین ها شفیق است. این حال در این اینجا در حقیقت احمد آمده غصب زمین کرده، چرا که مال یک شخص دیگه را به رهن داده. یا انتقال، انتقال به معنای فروش است دیگه، یا بخره یا بفروشه در حالی که مالکش نیست. تضمین، خب تضمین همه شما میفهمین که به ضمانت گذاشتن است، یعنی یک شخص میایه یک زمین را با وجود که علم داره، آگاهی داره که از خودش نیست، مالکش نیست و در او هیچ دخل تصرف نداره، او را باید چی کار بکنه؟ به تضمین بگذاره. فرق نمیکنه کی زمینایی که تصاحب میکنه، تصارف میکنه، اجاره میده، رهن میکنه، انتقال میده، زمین شخصی باشه، زمین دولتی باشه، زمین عامه باشه یا هم زمین وقفی باشه، این باز فرق نمیکنه، مگر شرطی است که از دو نوع اشیا نباشه، یکی اشیای متروکه، یکی اشیای مباحه. اشیای مباحه را گفتیم که اشیایی است که مباح است، که مثلا یک نفر اگر یک زمین مرده را در یک گوشه از زمین میه احیا میکنه، چون او چی است؟ زمین مباحه حیثیت چه دارد. یا یک نفر بیایه یک شهر که ترک کرده صاحبش، هر کسی که با بار اول او را پیدا بکنه و بگیره، اونم صاحبش است. این حال زمانی که ما شما میگیم که زمین وقتی که تصرف میکنه، تصاحب میکنه، اجاره میکنه، رهن میته، فرق نمیکنه این زمین دولتی بوده باشه، عامه بوده باشه، شخصی بوده باشه، زمین های مرعی بوده باشه یا هم زمین های وقفی بوده باشه. اگر زمین ها وقفی هم بوده باشه، باز در این صورت است که ما میگیم که جرم که واقع شده جرم غصب زمین است. البته غصب زمین ما بر شما مجازات شد گفته بودم دستم که بر علاوه از این که مرتکب باید در غصب زمین در خلال 3 ماه باید هم زمینه یا هم خانه را یا هر آن چیزی را که غصب کرده باید دوباره تحویل بکنه. در خلال 3 ماه که ده تنها که باید زمین تخلیه بکنه، همچنان غاصب مکلف است که تمام اسناد را که بر مبنای از او ادای ملکیت میکرد در این زمین. خود طبیعی است که یک نفر که میای یک زمین را غصب میکنه، بر از او سند میسازه که بر مبنای از او ادای ملکیت بکنه، بر مبنای از او بیایه دعوای ملکیت بکنه که نمی زمین زمین ما است. این حال زمانی که محکمه ثابت میسازه که زمین از احمد نیست، از محموده است، احمد مکلف است که در خلال 3 ماه از تاریخ صدور حکم قطعی هم باید زمین تسلیم بکنه، هم باید تمام اسناد را که به اساس از او ادعای ملکیت نکرد. چرا که محکمه بر مبنای از این حکم خود در حقیقت قطع منازعه میکنه، چون اگر سند پیش احمد باقی مانه در یک مقطعی از تاریخی دیگر، باز احمد میای بر بالای محمود دعوا میکنه که اینی سندای ما سی زمین متعلق به ما است. از او خاطر است که قانونگذار میگه نه خیر، باید در خلال 3 ماه هم باید جای جایداد تسلیم بکنی، هم باید اسناد را که بر مبنای از او تو بر بالای از نمی زمین ادعای ملکیت میکردی، او را باید چی کار بکنی؟ او را باید تسلیم بکنی که دیگه اینمی دیشه گپ خلاص شود، حل شود. یک بحث دیگه هم وجود داره که اگر اینجا ما بحث چی را مطرح کردیم پیشتر در سلاید قبلی، بحث کرایه را گفتیم، اجاره بده یا به کرایه بده. این حال فرض کنیم احمد زمین محمود آمده غصب کرده و به کرایه داده، از این معنی 500,000، 1,00,000، 50,000، 30,000 منفعت به دست آورده. این حال زمانی که محکمه حکم میکنه که اینمی زمین از احمد نبوده، اینمی زمین از شفیق بوده، در این طور یک حالت نه تنها که احمد مکلف به پرداخت زمین و اسناد که به اساس از او ادعای ملکیت میکرد به زمین شفیق، او را باید بپردازه، در خلال از اینمی مدت که ای غصب کرده بود و این زمین تسلیم کرده بود، باید تمام از اینمی کرایه و پول اجاره را هم باید بپردازه. بنان اینمی نفر گفتم که احمد مکلف است که باید تمام اونم پول را که از حساب کرایه به دست آورده یا از حساب اجاره به دست آورده، او را هم باید تسلیم شخص بکنه که به نفعش محکمه حکم کرده. بس که باقی میمانه در بر علاوه از اینکه باید سند را بده و پول کرایه را بده و اسناد را که به اساس از او ادعای ملکیت میکرد، مجازات خودش چیست؟
بازی نظر به ارزش زمین فرق میکنه. مثلا اگر ارزش زمین ما تا 300 هزار افغانی باشه، در این صورت باز مرتکب به حبس قصیر که اون از 3 ماه شروع بشه تا 1 سال. اگر ارزش زمین بیش از 300 هزار تا 1 میلیون افغانی باشه، باز حبس متوسط داریم تا 2 سال، یعنی از 1 سال شروع میشه و 2 سال خاتمه پیدا میکنن. اگر ارزش زمین بیش از 1 میلیون تا 5 میلیون باشه، باز حبس بیش از 3 سال، یعنی حبس متوسطه که از 3 سال حداقلش باشه، 5 سال حد اکثرش. ولی اگر ارزش زمین بیش از 5 میلیون افغانی می باشه، حبس طویل تا 10 سال، یعنی بالاترین مجازات را که برای یک غاصب که به هکتارها زمین غصب کرده باشه در نظام جمهوری اسلامی افغانستان، حبس طویل تا 10 سال است. از 10 سال بالاتر ما شما ایره مجازات کرده نمیتونیم، مگر اینکه احکام تعدد جرایم قابل تطبیق باشه. خب این بود بحث مجازات غصب زمین یا اموال غیر منقول. بحث دیگه که داریم در این است که در 3 حالت غصب زمین حالت مشدده را به خود میگیره و مرتکب به حد اکثر مجازات پیشبینی شده قابل محاکمه است. مثلا اگر حبس قصیر باشم 1 سال برش میدیم، اگر حبس متوسط بیش از 3 سال باشم 5 سال برش میدیم، اگر حبس طویل باشه در اون 10 سال برش میدیم. اون کدام حالت است؟ حالت اولشی است که با استفاده از زور، اجبار، اکراه، ارعاب یا تهدید همین غصب صورت گرفته باشه، یا هم غاصب با وجود که اطلاع اخطار شفاهی یا کدبی برش بود که تو نباید در نمی زمین تصرف بکنی، تو نباید اینی کار بکنی، اما با وجود از وام آمده این نفر چی کرده؟ ادامه داده به اینمی تصرف خود. در این نمه تر یک حالت هم ما میگیم غصب که واقع شده غصب چیز است که احوال مشدره به خود داره. و حالت دیگرشی است که دستور دادن، امر کردن، تمویل کردن یا وادار کردن یک یا بیش از یک شخص برای غصب زمین، یعنی یکان تا است که باند ایجاد کردن، این باند هایی که غصب میکنن زمین ها را. اینار این نفره که در رأس باند است که امر میکنه، که تمویل میکنه یا هم وادار میکنه یک نفره یا بیش از یک نفره که برای شما غصب بکنین، اینمی اشخاص شامل چی میشن؟ اینمی اشخاص شامل احوال مشدده غصب زمین میشه و حد اکثر مجازات برای اینا قابل پیش بینی است. تعداد در جرم غصب زمین به گونه ای است که گاهی قسم واقع میشه که یک نفر به خاطر از اینکه غصب بکنه میایه یک جرم دیگر هم انجام میده. مثلا به خاطر از اینکه زمین احمد ما غصب کرده باشم، من قوالش جعلی میسازم. همین قواله ساختن جعلی به نام تزویر یاد میشه از لحاظ حقوقی. یا مثلا به خاطر از اینکه ما سند تزویریم شناخته نشه، میرم در اداره ملکیت ها او را ثبت میکنم، مدیر ملکیت ها را به خاطر از اینکه کار مرا پیش ببره پیسه میتم شه. مثلا پیسه میتم مامور ملکیت ها را، یعنی قرار پیسه میگم تو بیه نمی زمینه با وجود قواله شرعی داره یا قواله دیگه به نام ما هم بکش. این حالا ببینین این نمی پیسه دادن ما خورشوت هست تکنی؟ بناهن گاه قسم واقع میشه که غصب همراه با چند جرم دیگه یک جای به وجود میاد. یا مثلا غصب همراه با تزویر است، یا غصب همراه با رشوت است، یا هم گاهی در غصب همراه با فریب بوده میتونه. مثلا یک نفر من فریب میکنم به نحو خانش غصب میکنم. در این متر حالتایی که غصب همراه با دیگه جرایم یک جای میاد، باز اینجا ما میگیم که تعداد جرم در غصب زمین واقع شده، یعنی چند جرم، تعداد که میگیم یعنی چند تا دیگه، درست؟ چند جرم در غصب زمین یک جا شده. از همین خاطر است که جزا میگه اگر جرم غصب زمین با دادن رشوت و یا فریب و یا تزویر اسناد و یا سوء استفاده از وظیفه یا موقف و یا سوء استفاده از نفوذ صورت گرفته باشه، مرتکب علاوه بر مجازات جرم مرتکبه به جزای جرم غصب زمین نیز محکوم میگردد. اینجا ببینید در حقیقت به تعدد جرایم احکام را که ما شما در جزای عمومی در قسمت تعدد جرایم خوانده بودیم اینجا اختصاص میزنه، یا چی بگیم استثناء قرار میده. کو احکام هم در اینجا قابل تطبیق نیست، اینجا کاملا یک حکم خاص را بیان میکنه. این حکم خاص چی است؟ میگم مرتکب بر علاوه که تو میای برش مجازات جرم معینه شمیتی، مثلا رشوت داده، بر علاوه که مجازات جرم رشوت میتی یا مثلا فریبکاری کرده یا از موقف خود سوء استفاده کرده، بر علاوه که نمی مجازات را برش میتی، مجازات غصب زمین رو جمع کرده برش بده، یعنی هر دوش یک جای داده میشه. مثلا یک نفر آمده وزیر است،
از موقف خود سوء استفاده میکنه، زمینه های دولتی از اون وزارت غصب میکنه. در این حالت هم سوء استفاده از موقف مقاب است، هم غصب زمین. هر دو مجازات جمع شده برایش داده میشن. یا فرض کنیم که یک نفر قماندان محلی است، نفوذ داره، از نفوذ خود استفاده میکنه، یک تعداد از زمین ها را چی میکنه؟ غصب میکنه. در اینمی حالت اینمی قماندان صاحب هم چی میشه؟ تحت عنوان تعدد جرم در غصب زمین یک وصف جداگانه برش میخوره و قابل محاکمه و مجازات است. اینال بعض جرایم است که غصب نیست، ولی امروزه قانونگذار اینا را جرایم در حکم غصب دانستن. به چی معنا؟ به این معنا که امروزه بعض جرایم در حکم غصب است و مرتکب به عنوان غاصب قابل محاکمه است. مثلا یک نفر در حریم مجرای آب عامه یا حریم بسترهای دریا، یعنی قولها یا در کانالها یا جویها یا در یک چشمک یا در کاریزها یا سایر منابع آبهای زیرزمینی مثل تالابها و جبزارهایی که منابع آبهای عامه را تشکیل میده، یا به تپه‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها و علفچرها تجاوز، یا به هر نحوه تصرف مالکانه کنه. به هر نحوه که میگه تصرف مالکانه، منظور قانونگذار ای است که ما در تصرف مالکانه یا به فروش میرسانیم یا میخریم یا در رو آباتی میکنیم. خب کی میتونه در یک زمین آباتی بکنه؟ کتبی است کسی که مالکش است. یا کی میتونه که در یک زمین بفروشه؟ خود طبیعی است که اگر یک نفر مالک یک زمین نباشه، خود زمین به فروش رسانیده نمیتونه. یا کی میتونه که یک زمین بخره؟ اونو کسی که بال بالایش مفروشه، خود طبیعی است که مالک از یک مفروشه. حالا من نمیتونم زمین هر کسی را که دلم شوه بیایم به فروش برسانم، درست؟ بنان کس زمین به فروش میرسانه که مالکش هستک. اینال قانونگذار میگه اگر شخصی که در اینمی جاها بیایه غصب بکنه یا به نحو تصرف مالکانه بکنه، یعنی خودش زندگی بکنه، خب طبیعی است که یک نفر در جای زندگی میکنه که مالکش است. یا هم بیایه او را به فروش برسانه، میگه عمل را که نمی نفر انجام میده، ولو که یک کوس، ولو که یک تپه است، ولو که یک کانال است، ولو که یک جوی هاست، ولو که چشمه است، ولو که کاریز است، یا فرض که ولو که باطلاب است، یا فرض که جبزار است، با وجود از اونمو کلفچر هاست، ولی وقتی که شخص آمده تجاوز کرده غاصب زمین بوده، مجازاتش حبس متوسط است. یعنی مطابق احکام کود جزای افغانستان به شخصی که در مسیر سیر روها، شخصی که در تپه ها، شخصی که در کوه ها این تو جاها را میایه غصب میکنه، مجازاتش حبس متوسط است. حبس متوسط به این معنا که از 3 ماه مجازات شروع میشه و به 1 سال خاتمه پیدا میکنه. خب بناهن غصب گرفتن اموال منقول به صورت آشکارا در صورت که مرتکب آشنا باشه، یعنی شناخته شود که کی است، ولی نهب اموال که میگیم یا چپاولگری اساسا و اصولا گرفتن اموال منقول به صورت غیر عمدی است، ولی مشروط برای که مرتکب توأم با فرار بوده باشه، یعنی مرتکب شناسایی نشه. اگر به زور گرفتی شناسایی شد، خونه باز میفهمیم که غصب است. غصب اموال منقول و نهب اموال تقریبا با هم بسیار نزدیکی داره، از او خاطر است که قانونگذار میگه که در غصب که است بسیار زور بکار میره، عرف و اکراه و گپا بکار میره، ولی در نهب اموال و قدر عرف و ولو که زور میباشه، ولی او حدره که در غصب مو به زور نیاز داریم، در اینجا باز به زور نیاز داشته نمیتانیم. با یکی هم غصب زمین است که گرفتن اموال اشخاص به صورت آشکارا و او اموال غیر منقول یا عقار یا زمین می باشد. این بود بحث غصب. بحث دیگر که ما شما می خواهیم ادامه بدیم و آغاز بکنیم، بحث حرابه یا راهزنی است. حرابه یا راهزنی یکی از جرایم دیگری است که علیه مالکیت اموال واقع می شه و در حقیقت راهزنی یا حرابه از جمله جرایم دوبودی است، یعنی هم بحث حدی داره و هم بحث تعزیری داره، یعنی هم ما این جرم هم میتونیم که از لحاظ شرعی به بس بگیریم و مجازاتش در شریعت هم بس شده و هم از جمله جرایم تعزیری است، یعنی قانونگذار هم بر از این مجازات تعیین کرده. قبل از اینکه ما شما بریم بگیم حرابه چیست و از چی بس میکنه، باید بیاییم تعریف بکنیم.
خود کلمه حرابه یک کلمه عربی است که از ماده حرب به فتح ها و سکون را گرفته شده که در اصطلاح عرب ها به دو معنا به کار میره. یکی در حرابه در یک معنایش به معنای جنگیدن است و در یک معنای دیگهش به معنای گرفتن چیز به زور، قسمی که در قرآن کریم به کلمه جنگیدن آمده. خداوند جلال شانه در سوره المائده آیه 33 می فرماید: انما جزاء الذين يحاربون الله والرسول، جزای کسانی که همراه خدا و رسولش می جنگه، یعنی کسایی که رهزنی میکنه ایرا خداوند جلال شانه به معنای جنگیدن با خدا و رسولش گرفته که به نحو طالبان هم شامل میشه. خب حال در اصطلاح چی است؟ در اصطلاح حرابه عبارت از خروج. این خروج فرق نمیکنه که انفرادی باشه یا هم جمعی باشه، یعنی ممکن است که چند نفر و یا ممکن است که چندین نفر خروج بکنن به خاطر گرفتن اموال. یعنی یک منظور از حرابه گرفتن مال اشخاص بوده میتونه که خارج میشن به خاطر از اینکه اموال اشخاص بگیرن، یا قتل انسان، یا مثلا ممکن است که اینا بیاین خروج بکنن به منظور از اینکه انسانها را به قتل برسانن، یا هر دو. یعنی ممکن است که بعضها خروج بکنن هم قتل بکنن هم مال به دست بیارن، یا ممکن است که هدفشان نه مال گرفتن باشه و هدفشان نه قتل کردن باشه، هدفشان تخویف عابرین. تخویف معنای ترسانیدن است. عابرین کسانی که از شهرها عبور و مرور میکنند به صورت مجاهره و مغالبه. مجاهره و مغالبه به معنای چی؟ به معنای آشکارا، یعنی مخفی نباشند، و مغالبهش یعنی بازور خود. خواه آن فرد یا گروه مسلمان باشه یا هم ذمی باشد. یعنی در شرط که ما از این ماده استنباط میکنیم است که حرابه فقط امکان تحققش در دارالاسلام است. خارج از دارالاسلام امکان وقوع حرابه بوده نمیتونه. پس یک گروه انفرادی یا یک گروه جمعی که به منظور گرفتن مال یا به منظور گرفتن یا به منظور قتل کردن یا به منظور گرفتن مال و قتل کردن یا هم به منظور ترسانیدن عابرین کسانی که از راه عبور و مرور میکنن به صورت آشکارا و به صورت زور، خواه اونمو گروه انفرادی یا جمعی مسلمان باشه یا هم ذمی باشه. ببینید کافرها را ما به چند بخش تقسیم میکنیم. یکی ما کافر حربی داریم، یکی کافر معاهد داریم، یکی کافر ذمی داریم. کافر حربی کسی است که با دولت مسلمانان در حال جنگ است، ستیز است. کافر معاهد کسی است که کافر است ولی متعلق به سرزمین و دولتی است که دولت افغانستان با اونا در یک عهد و پیمان به سر میبره. و یکی هم کافر ذمی است، مثل اهل ونود که در افغانستان زندگی میکنه، اصلا افراد مشرک هستند یا اصلا افراد کافر هستند یا هم افراد بیدین هستند ولی تابعیت افغانستان یا تابعیت دولت اسلامی را دارند و در زیر چتر از این دولت اسلامی اینها چی میکنن؟ زیست و زندگی میکنن. اینا را برشان میگن کافر ذمی. اینا زمانی که ما میگیم در دارالاسلام یک گروه خارج میشه، این گروه به منظور گرفتن مال یا کشتن یا تخفیف عابرین، خواه میگیم مسلمان باشه خواه هم ذمی باشه، خواه معاهد باشد یا حربی باشه، یعنی فرق نمیکنه که از جمله کافرهایی باشه که با دولت مسلمانان در عهد به سر میبره یا از جمله کافرهایی باشه که با دولت مسلمانان در حال جنگ است. خواه در داخل شهر مرتکب شود یا در بیرون از شهر، یعنی فرق نمیکنه. کسی که آمده مرتکب جرم راهزنی میشه فرق نمیکنه که در داخل کوچه ها و پس کوچه های شهر کابل مرتکب جرم میشه یا هم در بین شهرها، مثلا کابل ترخم، کابل مزار، کابل جلال آباد. اینا رو میگن چی؟ میگن شهرها. اینا رو زمانی که ما شما میگیم جرم حرابه یا جرم راهزنی رو مطالعه میکنیم، حرابه خب گفتیم که در لغت به معنای جنگیدن و همچنان گرفتن چیز به زور است، و در اصطلاح خروج یک گروه انفرادی یا جمعی به منظور گرفتن مال یا به منظور قتل کردن یا به منظور تخویف عابرین یا جمع از اینمی اهداف که به صورت آشکارا و به صورت زور، خواه او فرد یا گروه مسلمان باشه، حربی باشه، ذمی باشه یا هم معاهد باشه، چی در داخل شهر باشه چی در خارج شهر، اینا صورت که گرده هم جمع میشن
عملی را که انجام میده جرمشان میگن راه زنی یا حرابه. پس شما توجه بکنین که حرابه یا راهزنی تنها گرفتن مال نیست، به معنای کشتن اشخاص هم است. یا تنها کشتن نیست، ممکن است که کسایی که راهزنی میکنن، کسایی که حرابه را انجام میدن، هدفشان تخویف یا ترسانیدن کسان است باشه که از این راه عبور مرور میکنن. بنابراین این یک تعریف جامعه، یک تعریف کلی، یک تعریف است که ما میتانیم که برای جرم حرابه یا جرم راهزنی ارائه بکنیم. خب حرابه را افراد متفاوت تعریف کردن. مثلا اگر ما شما بیاییم تعریف کد جزا را ببینیم، کد جزا میگه شخصی که به قصد گرفتن مال از طریق مغالبه در راه عام و یا در هر محل مهجور دیگر با سلاح یا وسیله ای که مشابه سلاح باشد موضع گرفته و مرتکب یک یا چند عمل ذیل شود، راهزن شناخته شده مطابق احکام این فصل مجازات میشه. زمانی که میگه مرتکب یک یا چند عمل ذیل، یعنی محارب یا هم راهزن، معمولا بین چند عمل یک با میای کار انجام میده. یک، تخویف آبرین. ممکن است که منظور محارب یا منظور راهزن فقط ترسانیدن کسایی باشه که از این را عبور و مرور میکنه. از همین خاطر قرآن کریم میگه یسلبو آنها را شما و یس او یسلبو شما آنها را به دار بیاویزانین. چرا به دار بیاویزانین؟ اون اونجا بندشان کنین. مردم که از این را عبور و مرور میکنه ببینه که یک جسد در دار آویختگی هستک که تا پند باشه، عبرت باشه که دیگه اینا اون عمل انجام ندن. دوم، گرفتن مال غیر با تهدید. یعنی ممکن است که محارب بیایه هدفش چی باشه؟ گرفتن مال. سه، قتل انسان. و چهار، قتل انسان و گرفتن مال غیر. یعنی ممکن است که محارب هم قتل هدفش باشه و هم گرفتن مال. خب به هر صورتش این تعریف جرم حرابه یا راهزنی است. دیگه امور مربوط به حرابه که تفاوتش با جرایم مشابه و حکم شناسر متشکلش است، انشاءالله ما شما به درس آینده میخوانیم. از آنجا که درس های ما در آنلاین یک کردیت است، یعنی 30 دقیقه‌ای، نمیتونیم که تمام درس ها را پوشش بدیم. از او خاطر انشاءالله که این درس را که ما امروز ارائه کردیم مفید و مؤثر بر شما تمام شده باشه. اگر پیشنهادات در جهت بهبود درس حضوری، غیر حضوری یا آنلاین دارین، ما شنونده هستیم. پیشنهادات سازنده شما مورد پذیرش شما هستک. باقی اوقات شما خوش. شما را به علای منان می سپاریم. شاد و خرم باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.